ایالات متحده امریکا هنوز قدرتمندترین کشور دنیاست، ولی نگاه دوستان و رقبای امریکا به این کشور در چند دهه اخیر دچار دگرگونی بنیادین شده است. در پایان جنگ سرد برتری امریکا بلا منازع و تعهد واشنگتن به تعاملات چند جانبه گرایانه در سطح بین‌المللی بدون چون و چرا بود. اما حالا در دوره بسیار متفاوتی هستیم. مهمان استیون سکر در این برنامه هارتاک بخش جهانی بی بی سی ویلیام برنز است، مردی که در کسوت یک دیپلمات بلندپایه به مدت 3 دهه در دوران زمامداری 5 رئیس جمهوری امریکا خدمت کرده است. آیا توان امریکا در رهبری جهان در حال افول است؟ ویلیام برنز به هارتاک خوش اومدید. ممنونم. شما بازنشسته شدید. زمانی همونطور که در مقدمه گفته شد بیشتر از 3 دهه دیپلماتی ارشد بودید. آیا فکر میکنید دوره شما تو مقطعی بود که دیپلماسی بیشتر از همیشه دچار افول شده بود، جایگاه و اهمیت خودش رو از دست داده بود؟ حق با شماست. کتابی که در اختیار شماست رو با صحنه شروع کردم در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، زمانی که برای وزیر خارجه وقت جیمز بیکر کار میکردم. این صحنه به کنفرانس مادرید با موضوع صلح خاورمیانه مربوط میشه. در اون زمان واقعا قدرت دولت آمریکا و قدرت دیپلماسی در اوج بود، ولی بعد در سدهه بعد افولی ایجاد شد که بخشی به سبب روند طبیعی وقایع بود و توأم شد با ظهور و رشد قدرت‌های دیگه در جهان. بخشی هم به سبب اشتباهات اجتناب پذیر بود، به ویژه در عراق در سال 2003، اشتباهاتی که آمریکا مرتکب شد. در این حال مسائلی هم مربوط میشد به کجروی در سیاست آمریکا. اولویت بندی ها و اهمیتی که به دیپلماسی آمریکایی داده میشد تغییر کرد. جایگاه دیپلماسی به عنوان یک ابزار در پیگیری منافعمون دچار تغییر شد. فکر کنم بعد از اتمام جنگ سرد همه راضی بودند. ما دوره ای از کاهش بودجه رو هم شاهد بودیم که از طرف کنگره اعمال شد. آمریکا ضربه بزرگ 11 سپتامبر رو تجربه کرد که به سبب اون اهمیت بیشتری به ابزارهای نظامی و اطلاعاتی در سیاست خارجی داده شد و دیپلماسی به حاشیه رفت. بله، من هم فکر کنم قضیه اینجا ساختاریه. همونطور که تو کتابتون گفتید، در اوایل دهه 90 با زحمت تمام گزارش‌های طولانی و مفصلی می‌نوشتید و برای مدیرانتون در واشنگتن ارسال می‌کردید. اونا رو منگره میکردید و روزها طول میکشید تا به مقصد برسن و مسئولان مربوطه اونا رو مطالعه کنند. ولی خب حالا در عصر اخبار 24 ساعته جریان اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای نظارت الکترونیک دیگه نقش دیپلمات به نوعی از بین رفته. از بین نرفته، ولی تغییر کرده. به همین دلیل دیپلمات‌های حرفه‌ای باید خودشون رو با شرایط جدید وفق بدن. ما تو این کار کند هستیم. اینو میگم چون انتقاد در اون سازمانی بعضی دستور سازمانی هم هست. وزارت خارجه آمریکا پر از کارکنانی که در قالب فردی خلاق، شجاع و موقعیت آفرین هستند. ولی خود وزارت خارجه به عنوان نهاد سر خودش با کارهای زیادی شلوغ کرده. و میزان اطلاعات امروزه برای ما دیپلمات‌ها و شما روزنامه‌نگارا اونقدر عظیمه که هنوز دیپلماسی هوشمندانه ارزش خودشو داره، ولی هنر ما در این دیپلماسی رقیق کردن بهمن عظیم اطلاعاتی که بر سرمون فرود میاد. خب بذارید حالا به این بپردازیم که در دوره حیات حرفه‌ای شما این دیپلماسی چقدر هوشمندانه بوده. شما کتاب بسیار قطوری با عنوان The Back Channel، مخفی راه ارتباط، نوشتید که روایتی است بسیار خواندنی و مفصل از همه فعالیت‌های دیپلماتیکی که درش دخیل بودید. نوشته شما اما بیشتر بر خاورمیانه و روسیه متمرکزه که در حقیقت دو حوزه تخصصی اصلی شما محسوب میشه. بحث چالش شما اینه که آمریکا در سالهای گذشته شاهد حضور دیپلمات‌های بسیار مؤثری بوده، از جیمز بیکر گرفته تا اشخاصی مثل کالین پاول، خود باراک اوباما. اما روایتتون در این حال نشون میده چقدر در دوره حیات حرفه‌ایتون شاهد اشتباهات و اقدامات نادرست بودید. من سعی کردم حقیقت رو بگم، چه در مورد چیزایی که فکر میکردم درست بودن، چه اونهایی که غلط بودن. من سعی کردم کتاب شبیه خاطرات نباشه که مثلا چیزی رو بگم که آرزوم بوده به عنوان دیپلمات انجام بدم، بلکه همون چیزی رو که در اون زمان فکر میکردم و گفتم رو منعکس کردم. برای همین تونستم حدود 120 سندی رو که از حالت طبقه بندی خارج شده بودن گردآوری کنم. بنابراین سعی کردم هم موفقیت ها و هم شکست هام رو در کسوت یه دیپلمات
به زبان بیارم. شما به عنوان متخصص متوجه شده بودید که ایالات متحده رابطه ساختاری با روسیه پساشوروی در دهه 1990 رو اشتباه فهمیده بود. اشتباه در مورد اشتیاق زیادی که برای پیشروی هرچه سریعتر ناتو به طرف شرق و نزدیکتر شدن به مرزهای روسیه داشت. شما به واشنگتن توصیه کردید که این گسترش قلم رو به طرف روسیه اشتباهه. کسی توصیه شما رو جدی نگرفت. چرا؟ اگر به موج اول توسعه ناتو در اواخر دهه 1990 توجه کنید، علت رو میفهمید. در مسکو نشسته بودم تا برداشتام درباره واکنش احتمالی روس‌ها به واشنگتن رو منعکس کنم. از دیدگاه لهستانی که حس تاریخی ناامنی در مورد روسیه داره، تمایل لهستان برای حضور در ناتو کاملا قابل فهمه. ولی بحث ما اینجا در مورد دیدگاه لهستانی ها نیست، بلکه در مورد نتیجه گیری مقامات ارشد در واشنگتن، اینکه در نهایت اتخاذ چه سیاستی در جهت منافع ایالات متحده آمریکا بود. علت اینکه بر این موضوع تمرکز میکنم، گسترش ناتو همونطور که در کتاب اشاره کردم اشتباه ما در بهار 2008 بود، اواخر دوره جورج دبلیو بوش. در اون زمان زیادی مصر بودیم که در رو برای عضویت رسمی اوکراین و گرجستان در ناتو باز کنیم. این مسئله نه فقط پوتین بلکه همه اوغلای سیاسی روسیه رو نگران کرد. من فکر میکنم ما عادت کردیم که پروژه گسترش ناتو رو روی اوتوپایلوت و حرکت خودکار بگذاریم. همینطور عادت دیگه‌ای که از تجربه دهه 90 ما زاییده شده این بود که به نظرمون میومد میتونیم جولون بدیم بدون اینکه صدای اعتراضی از مسکو بشنویم. اهمیت داره به خاطر اونچه که ما امروز در روابط ایالات متحده آمریکا با ولادیمیر پوتین شاهدش هستیم. شما در واقع این رو در وزارت خارجه به ارث بردید، چون خیلی پیشتر از اون که شما وارد این نهاد بشید تفکر آمریکایی برتری جویی حاکم بود. فکر میکنید این تلقی دیگه کهنه شده؟ این حس وجود داشت. در پایان جنگ سرد ایالات متحده تنها قدرت حاکم و بازیگر اصلی در عرصه بین الملل بود. همین هم با حس عمیق دیگه‌ای که در اثر ضربه 11 سپتامبر به نظام آمریکایی ایجاد شد تلاقی پیدا کرد. این حس که آمریکا باید اطمینان پیدا کنه که دیگه حمله مشابهی در آینده تکرار نشه، تفکر غالب پیشگیری بود. در جهت یک جانبه گرایی قدرتمدار و همه اینها باعث شد که از تمرکز ما به چند جانبه گرایی کاسته بشه. نکته‌ای که مشخصاً توجه من رو در مورد روسیه به خود جلب می‌کنه اینه که شما خب چندین بار با ولادیمیر پوتین دیدار کردید. حالا دونالد ترامپ رویکرد خیلی متفاوتی در قبال روسیه در پیش گرفته. دست کم در ظاهر متفاوت، چون به روشنی می‌خواد به پوتین نزدیک بشه. ترامپ پوتین رو تحسین می‌کنه. این رو می‌دونیم و به نظر میاد که معتقد دیپلماسی رو در رو و نفر به نفر خیلی موثره. همانطور که از نشست‌های بی سابقه این دو نفر که آخریش در هلسینکی بود به نظر میاد، ترامپ معتقده که از راه جلسات فردی با پوتین و برقراری یه رابطه شخصی میتونه تأثیر ساختاری بر مناسبات مسکو و واشنگتن بذاره. آیا شما به عنوان دیپلمات فکر میکنید که این روش موثره؟ روابط شخصی مطمئناً مهمه، خصوصا با رهبران خودکامه، چون این رهبران حاکم مطلق و یکتاز نظام‌های سیاسی خودشونن. این روابط لازمه ولی کافی نیست. نگرانی من در مورد شیوه رئیس جمهور ترامپ اینه که از تلاشش برای نرنجوندن و جذب کردن رهبرایی از این دست ممکنه برداشت دیگه‌ای بشه. در واقع اشخاصی مثل پوتین، شی جین پینگ یا کیم جونگ اون اینطور برداشت میکنن که ترامپ فردی ضعیفه و میشه افکارش رو دستکاری کرد. توجه به روابط شخصی مهمه. مطمئناً رئیس جمهور بوش و وزیر خارجه بیکر هم اهمیت اینو درک کرده بودند. ولی نکته اینه که این روابط باید با دیپلماسی ریزبینانه توأم بشه، که این مستلزم اعتماد به دیپلمات‌های حرفه‌ای تا با کمک اونها راهبردهای اصلی پیش بره. اگر روشی غیر از این اعمال بشه، به نظرم دیپلماسی بدل به خودشیفتگی میشه. اجازه بدید موضوع رو از بحث روسیه که حوزه تخصصی شما هم هست و زبان روسی رو هم میتونید به حوزه تخصصی دیگه شما منتقل کنیم، یعنی خاورمیانه. شما عربی هم بلدید و دورانی طولانی رو در خاورمیانه در جایگاه‌های مختلفی انجام وظیفه کردید. درست در زمان حملات 11 سپتامبر و بعدش و همینطور حمله آمریکا به عراق و تمام دورانی که بعدش شاهد سیاستگذاری باراک اوباما در مورد سوریه از سال 2011 به اون ور بودیم. اینجا هم با سردرگمی استراتژیک مواجه هستیم. شما در اون دخیل بودید، نه؟
بله بودم. اگه برگردیم به همون کنفرانس مادرید در مورد صلح خاورمیانه درست بعد از اتمام جنگ سرد، اینو متوجه میشیم. یکی دیگه از موفقیت‌ها توافق هسته‌ای با ایران بود که متأسفانه در طی 2 سال گذشته ازش خارج شدیم. این توافق گام مهمی بود که دیپلماسی ایالات متحده رو به جلو برداشت. بنابراین تصمیمات درستی هم گرفتی. شما در مورد حمله بر سال 2003 نوشتید و توضیح دادید که در اون زمان در یادداشت‌هاتون به وزارت خارجه به تمام مشکلات بالقوه که براندازی صدام حسین ممکن بود به بار بیاره اشاره کرده بودید. با وجود اینکه به وضوح دولت به توصیه‌های شما اهمیت نداد، شما استعفا نکردید و همونجا موندید. بنابراین باید بگم شما به نوعی به آن اقدام کمک کردید. بله درسته، من تو کتاب هم اشاره کردم به مکالمه‌ای که با یکی از همکارای ارشدم تو وزارت خارجه داشتم. توی اون مکالمه ما در مورد همین موندن و رفتن صحبت کردیم. تقریبا به صورت اجتناب ناپذیری ما در بعضی موارد تو چنین موقعیتی میافتیم. این چقدر مهمه؟ اینکه دیپلماتی بیاد و خط قرمز برای خودش تعیین کنه و با خودش بگه هر زمان این خط قرمز نادیده گرفته شد، من دیگه نیستم و کناره‌گیری میکنم. برای همکارانی که در سال 2003 در اعتراض به تصمیم ایالات متحده در مورد حمله به عراق استعفا کردند، احترام بسیار زیادی قائلم. حدود 20 نفر هم زمانی در مورد سیاست آمریکا در منطقه بالکان در دهه 90 استعفا کردند. من به تصمیم اونها عمیقا احترام میذارم. اینم مهمه که فرد ادامه بده و سعی کنه اون چه از دستش برمیاد و انجام بده. اینکه آیا من شخصا تونستم این توازن رو در سابقه کاریم داشته باشم یا نه، هنوز زوده که جواب بهش بدم. من و 2 نفر از همکارام یکی از افسرده کننده ترین جلسات همفکری تاریخ حرفه‌ایمو تابستون قبل از شروع جنگ عراق با مقامات ارشد داشتیم. اونجا تمام تلاش ما این بود که مجموعی از فرضیات اغراق‌آمیز مثبت ولی غلط و بیفکرانه اونا رو در مورد پیشبینیشون از فردای بعد از صدام در عراق به چالش بکشیم و واقعیت اون چیزی رو که میدونستیم براشون روشن کردیم. البته چیزی که ما ارائه کردیم یه گزارش تحلیلی منسجم نبود. توضیحاتمون بیشتر شبیه فهرستی بود که با عجله از فجایع درست کرده بودیم. در هر صورت سعی کردیم که تو اون فهرست تمام موارد منفی رو ذکر کنیم. عنوان طوفان تمام عیار رو هم برای همون یادداشت غیر رسمی انتخاب کردیم. باید بگم وقتی اون رو الان بازخونی میکنم میدونم که نصف اون چیزی که گفتیم درست بوده و نصفش غلط. ولی یه تلاش صادقانه بوده برای بیان دغدغه‌هامون. به نظر شما اگه بیان و تمام سیاست‌های راهبردی ایالات متحده در خاورمیانه در 25 سال گذشته و بیشتر رو جمع‌بندی کنیم، مثلا در مسئله اسرائیل و فلسطین، آمریکا تلاش کرد که واسطه‌ای برای برقراری صلح بشه، ولی در نهایت باید نتیجه گرفت که با شکست مواجه شد. در عراق حمله و از بین بردن صدام حسین چنان هرج و مرجی به جا گذاشت که به سوریه هم رخنه پیدا کرد و میشه گفت نقطه شروع خلق داعش و جنبش‌های جهادی شد. در سوریه بزرگترین تراژدی انسانی خاورمیانه تو سال‌های اخیر اتفاق افتاد و آخر همه اینها به نظر میرسه که با نقشی که خود شما توی سیاست‌گذاری ایفا کردید میشه اینطور نتیجه گرفت که شما و خیلی‌های دیگه ناظر آسیب‌های فاجعه‌باری به اعتبار ایالات متحده تو منطقه و جهان بودید. همونطور که گفتم اشتباه هم کردیم. در مواردی هم تو اون مقطع مسیر رو درست رفتیم. دیپلماسی ایالات متحده محدودیت‌های خودشو داره. یکی از نکاتی که در طی اون 3 دهه یاد گرفتیم محدودیت‌های حضورمون تو خاورمیانه بود. در قالب موارد هم حاکمان هم مردم خاورمیانه حتی خود آمریکایی‌ها به این باور عادت کردن که تصمیمات ایالات متحده نقش کلیدی در تعیین سرنوشت کشورها داره. بهار عربی یادآور این نکته بود که مردم اون منطقه مأموریت خودشون و مستقل از آمریکا رو دارن. من مدعی نیستم کارنامه زیبایی تو منطقه داشتیم، مطمئنا نداشتیم، هم دموکرات ها هم جمهوری خواها، اما به نظرم باید از اون تجربه درسای لازم رو بگیریم و حد و حصر حضورمون در منطقه رو بدونیم و اینکه بفهمیم کجاها میتونیم تمرکز سازنده ای داشته باشیم. خب حالا در مورد دونالد ترامپ صحبت کنیم. البته من نمیخوام اینطور القا کنم که فقط دنبال برجسته سازی نکات منفی هستم و فقط از روش بازنگری میخوام استفاده کنم. البته منم از وقتی بازنشسته شدم بازنگری میکنم. واقعیت اینه که دونالد ترامپ توی کارزار انتخاباتیش در سال 2016 به مردم آمریکا گفت ببینید نظام سیاست خارجی الان به شما و در حق یک نسل جفا کرده. اونا به شما مجموعی از افکار رو ارائه کردن و ذهنیتی
توأم با حفظ وضع موجود را حاکم کردند که برخلاف منافع ملی آمریکا حرکت کرده. ولی من اومدم که متفاوت باشم. با توجه به تبادل نظری که با هم در طی این مصاحبه داشتیم، حرفاش منطقی بود. هر کسی در 2016 رئیس جمهور آمریکا میشد، باید کارنامه اون زمان ما که هم قوت و هم ضعف داشت در مبارزات انتخاباتی استفاده میکرد. همینطور باید از شکاف بزرگی که بین جامعه آمریکا با افرادی مثل من ایجاد شده بود بهره میگرفت. این شکاف بین افراد شناسنامه دار در نظام سیاسی حاکم در واشنگتن با خیلی از شهروندان آمریکا به وجود اومده بود. برای غالب این شهروندان لازم نیست ارزش‌های مطلوب حاکمیت و رهبری آمریکا در جهان را تشریح کنیم. خیلی از آمریکایی‌ها با اهمیت حضور و تعامل کشورشون با جهان آشنان. ولی دست کم باید در مورد اینکه تجربه و دیدگاه شما در این زمینه با شکست مواجه شده متقاعدشون کرد. و به نظرم وقتی دونالد ترامپ به اونا میگه نگاه کنید وزارت خارجه ناموفق بوده و پر از خواص است. خواصی که منافع واقعی آمریکا رو نمی‌شناسند. اون همین صحبت‌ها رو در مورد نهادهای اطلاعاتی هم مطرح کرد. ترامپ به مخاطباش میگفت که میخواد روشی متفاوت در پیش بگیره. میخواد که همه این خواص رو کنار بذاره و سیاست خارجی و اطلاعاتی جدیدی رو پیاده کنه. این چیزیه که اون میگفت و به نوعی هم همین کارو داره انجام میده. ترامپ همه تجربه‌های قبلی رو زیر و رو کرده. سیاست‌هایی که شما اعمال کردید و درش ناموفق بودید. معتقدم همه اون ایده ها و سیاست ها ناموفق نبودند. من قبلتر خواستم روشن کنم در مورد خیلی از مردم آمریکا نیازی نیست در مورد اهمیت رهبری کشورشون در جهان اونا رو اغوا کنیم. اما چیزی که اونا در موردش تردید دارن و این وسط ترامپ از اون استفاده کرد بحث نظم حاکم بر پیشبرد این ارزش ها بود. اونا شاهد نوعی اختلال در شیوه اعمال سیاست خارجی و تصمیم گیری دولت‌های قبلی بودن. پس به نوعی ترامپ سوالات درست رو مطرح می‌کنه ولی پاسخ‌هایی که ارائه می‌کنه غلطه. چون وقتی به کارکنان وزارت خارجه، نهادهای اطلاعاتی و ارتش نگاه می‌کنید، متوجه می‌شید که همشون افرادی هستن با عرق شدید ملی، تعهد بالا و تخصص قابل توجه. از آقای ترامپ پرسیدن در مورد پست‌های ارشد خالی شده در وزارت خارجه نگرانه؟ جواب داد نه زیاد، چون من تنها کسی هستم که اهمیت داره. این نسخه خوبی برای ایفای نقش مؤثر آمریکا توی دنیا نیست. سوالاتی که برای مردم مطرح کرد درست بود. هر کسی دیگه هم به ریاست جمهوری میرسید این مسائل رو میگفت، اما پاسخها اشتباه بود. با این کار ما داریم قدرتمون در رقابت مؤثر در فضای بین المللی رو از درون خالی میکنیم. عرصه‌ای که خیلی رقابتی تر از زمانی که من وارد وزارت خارجه شدم. Our ability to compete effectively on a landscape which is far more competitive and contested today than it was when I joined the Foreign Service. به نظرم میاد کشوری و چالشی که هنوز در موردش اینجا بحث نکردیم چینه که میشه ادعا کرد از همه کشورهای دیگه اهمیت بیشتری داره. در حال حاضر رویکرد با چین چطور باید باشه؟ مقابله، همکاری یا ممانعت از رشدش؟ I think the notion of containing China doesn't فکر می‌کنم این دیدگاه که باید بر سر رشد چین ممانعت ایجاد کنیم خیلی معنی نداره. از نظر من سیاست خارجی آمریکا با شرکا و همفکرش در سراسر جهان باید همکاری باشه و تو این همکاری سعی کنه خودش فضایی رو که چین درش رشد می‌کنه خلق کنه. الان خیلی از کشورهای آسیا نگرانن مبادا رشد چین امنیت و پیشرفتشون رو تهدید کنه. بنابراین ایالات متحده به طور طبیعی این فرصت براش فراهمه که البته باز میگم نه اینکه مانع رشد چین بشه. اگر شما باید جلوی فعالیت‌های یغماگرانه چین در حوزه تجارت رو بگیریم و آقای ترامپ با این کار راه درست رو میره، ولی از نظر من ما باید این رو با دیدگاه مصمم و یه چشم‌اندازی که برای آینده آسیای مطلوب خودمون در نظر گرفتیم ترکیب کنیم. من فکر می‌کنم تو این زمینه سرمایه‌ها و استعدادهای زیادی داریم که از اونا بهره بگیریم که نه تنها اون چشم‌اندازو به وجود بیارن بلکه ولی فکر نمی‌کنید که دستگاه سیاست خارجی خیلی دیرتر از اون چیزی که می‌بایست اهمیت ویژه چین رو درک کرد؟ اینجا نقل قولی رو مطرح کنم از کرت کمبل، از کارای سابق شما در زمان اوباما. او اخیراً گفته با ضعیف‌تر شدن فرضیات در مورد سیاست آمریکا در قبال چین و عمیق‌تر شدن شکاف بین انتظارات آمریکا و واقعیت‌های چین امروز، متأسفانه واشنگتن عمده تمرکزش رو تو جاهای دیگه قرار داده. Well, I think since 9/11, a huge preoccupation was the Middle East. به نظر من از زمان 11 سپتامبر یکی از مشغولیت‌های عمده ما در خاورمیانه بود و از این لحاظ کرت درست گفته. ولی بازم معتقدم مسئله وایسادن روبروی بعضی از فعالیت‌های تجاری چین فقط یک قسمت از استراتژی منطقی در قبال چینه. قسمت دیگه نزدیکی به کشورهایی که بعضی از همین نگرانی‌های ما در مورد چین رو دارن. بعد باید فضای ایجاد کنیم که درش برای چین هم مشوق و هم تنبیه فراهم بشه. به نظرم این میتونه هدف و ارزش مورد نظر آمریکا در پیمان
تجاری اقیانوس آرام باشه، یعنی تلاش برای جذب 40% که دونالد ترامپ تصمیم گرفت از اون خارج بشه. اونچه که امروز از چین می‌بینیم بلند پروازی‌های بزرگه. رئیس جمهور شی گفته که می‌خواد چین از نظر قدرت فراگیر ملی و نفوذ بین‌المللی به رهبر در عرصه جهانی تبدیل بشه. ما همین رو در سیاست کمربند اقتصادی راه ابریشم چینی‌ها شاهدیم. این رو در تکنولوژی 5G و تکنولوژی‌های پیشرفته دیگه شون دیدیم. اینا در حال تبدیل چین به یه رهبر جهانی هستن. مسئله‌ای که آمریکا رو بیشتر از هر کشور دیگه‌ای باید نگران کنه. چالش همینجاست. در واقع پیمان تجاری اقیانوس آرام تا حدودی میتونست این مسئله رو پاسخ بده. منظورم دیدگاه آمریکایی مقتدرانه در برابر چینه که خیلی از کشورهای دیگر هم همراه میکنه. به جای این کار ما اومدیم وارد جبهه دوم و سوم و این نبرد تجاری غیر ضروری با اتحادیه اروپا و ژاپن در مسئله فولاد و آلومینیوم شدیم. منطقه این بود که با اونا متحد میشدیم. من فکر میکنم چین خودش چالش‌های زیادی در داخل داره که باید با اونا روبرو بشه. بنابراین رابطه‌مون با چین به عنوان مهمترین رابطه در فضای بین‌المللی میتونه ترکیبی از همکاری خونسردی در زمینه‌هایی که لازمه و رقابت در عرصه‌هایی که باید رقابت داشته باشیم باشه. این چیزیه که امروز چینی‌ها هم در مورد آمریکا فکر می‌کنن. یه نقل قول جالب از شنگ دنگلی، استاد روابط بین‌الملل در شانگهای دارن که میگه در این زمان که چین به دنبال برتری جهانی است، آمریکا تمایلی برای این کار ندارد. دوست داشتم این درست نباشه، ولی در واقع این برداشتی که تصمیمات اشتباه‌آمیز و رهبری نامطمئن دولت حال حاضر آمریکا در مقاطعی به رهبران چین میده. در هر صورت معتقدم ایالات متحده توانایی و سرمایه‌های عظیمی داره که میتونه بهشون تکیه کنه، ولی برای این کار ما نیازمند ترسیم یک چشم‌انداز هستیم تا بتونیم جهان رو هدایت کنیم. بله، چشم‌انداز و برنامه. حالا که به پایان مصاحبه نزدیک میشیم، میخوام سوالات رو دوباره شخصی‌تر کنم. ما در مورد سابقه طولانی شما در دیپلماسی صحبت کردیم. شما قبل از اینکه دونالد ترامپ وارد کاخ سفید بشه از وزارت خارجه رفتید و بازنشسته شدید. اگه در زمان ریاست جمهوری ترامپ با این روی کرد و فلسفه اون همچنان سر کار بودید، چه تصمیمی گرفتید؟ خب ادامه کار واقعا برام سخت میشد. خیلی از همکارای سابق من که هنوز در زمان اومدن ترامپ بازنشست نشده بودن تصمیم به استعفا گرفتن. همکارای من هنوز سر کار هستن. من اونا رو تشویق میکنم به اینکه نهایت تلاششون رو انجام بدن، چون معتقدم برای تامین منافع آمریکا به این کادر حرفه‌ای نیازه. یعنی بحث قبلی که داشتیم چی میشه؟ منظورم در مورد اهمیت خط قرمزهای شخصیه، اینکه یه دیپلمات به خودش اجازه نده به اونا تعدی بشه. اگه مشخصا قرار بود در کسفت یه دیپلمات حرفه‌ای توی عرصه عمومی سیاست‌های دولت ترامپ رو عرضه کنم، یقیناً موندن برام سخت میشد. سوال آخرین که در مورد ارزش‌هایی که ازشون صحبت کردیم، هنوز فکر می‌کنید که این ارزش‌ها بزرگترین برتری و تفاوت آمریکا با کشورهایی مثل چین با وجود بلند پروازی‌هاشونن؟ اینکه ارزش‌های آمریکا چیزی در خودشون دارن که ارزش‌ها و منافع چین ازش بی بهره‌ان؟ من معتقدم ارزش‌های آمریکایی مثل نظام باز سیاسی و اقتصادی چیزی نیست که این روزا از آمریکا در عرصه بین‌المللی به شکل فراگیر دیده بشه. ولی در تجربه من، حتی در این دوره حکومت‌های غیر لیبرال و اقتدارگرا، بر اساس تجربه من و سال‌ها فعالیتم بیرون آمریکا، باید بگم که ما با عمل واقعی به ارزش‌هامون و نمونه‌سازی خیلی موفق‌تر خواهیم بود. در حال حاضر ما نمونه خوبی از خودمون برای این ارزش‌ها ارائه نمی‌کنیم. در هیچ کدوم از دو طرف اقیانوس اطلس و از هر دو طرف هم همزمان دچار فروپاشی عصبی هستیم. البته من به اهمیت این ارزش‌ها اعتقاد دارم و اینکه جوامع بر همین مبنا با هم تعامل داشته باشند، ولی باید نشون بدیم در کشور خودمون به این ارزش‌ها التزام عملی داریم. ویلیام برنز، سپاسگزارم از اینکه در هارتاک حضور پیدا کردید. خیلی ممنون.